سلام میکنم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. زندان مکانیه که اشخاص از نظر فیزیکی محدود و توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم میشن. در طول زمان زندان‌ها برای زندانی کردن مردم مختلف از جنایتکاران تا اشخاصی که با رژیم سیاسی فعلی مخالفت می‌کردند استفاده می‌شد. تعداد کمی از این زندان‌ها به دلیل زندانیان برجسته‌شون، درمان وحشیانه زندانیان و یا گاهی اوقات تلاش شجاعانه برای فرار بدنام شدند. در این برنامه همراه ما باشید تا 10 مکان و زندان ترسناک و معروف جهان رو به شما معرفی کنیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید. هیلتون هانوی، زندان هوالوا با کنایه به هیلتون هانوی توسط اسرای جنگی آمریکا ابدا شد و در ابتدا توسط فرانسه ساخته شد که محل نگهداری زندانیان سیاسی ویتنامی بود. بعد از آن ارتش ویتنام شمالی از این زندان برای زندانیان جنگ ویتنام استفاده می کرد. زندانیان در اینجا در معرض شکنجه، گرسنگی و حتی قتل بودند. چهره های شناخته شده ای مانند سناتور جان مککین، جیمز استوکدال و بادی دی تنها تعداد کمی از زندانیان جنگ آن زمان در این زندان بودند. موزه نسل کشی تیول اسلنگ. در سال 1975 تیول اسلنگ توسط رژیم خمرها از آنچه زمانی دبیرستان بود تبدیل به زندان شد که احتمالاً یکی از وحشتناکترین زندان‌های جهانه. زندانیان به منظور اجبار به اعتراف به جرمی که به اون متهم شدن مرتب مورد شکنجه قرار می گرفتن. هنگامی که اونها به نام توطئه‌گران اعتراف می کردند، اعدام می شدند. از بیش از 17,000 زندانی تیول اسلنگ تنها چند بازمانده شناخته شده وجود داره. پس از اینکه در سال 1979 ارتش ویتنام این زندان رو کشف کرد، تیول اسلنگ تبدیل به موزه‌ای تاریخی یادآور اقدامات رژیم خمر در کامبوج شد. بندر آرتور. بندر آرتور مستعمره سابق در تاسمانی استرالیا است. از سال 1833 تا دهه 1850 اینجا مقصدی برای سرسخت‌ترین جنایتکاران بریتانیایی و ایرلندی و زندانیان شورشی زندان‌های دیگه بود. امروز این ویرانه‌ها از جمله زندان، بیمارستان و کلیسای ساخته شده توسط محکومین بسیار قابل تشخیص باقی موندن. در سال 1996 زمانی که تک تیراندازی به گردشگران تیراندازی کرد 35 نفر کشته شدند و بندر آرتور به مرگبارترین محل قتل عام در استرالیا تبدیل شد. قلعه ایلمینا. قلعه ایلمینا در سال 1492 در غنا ساخته شد که قدیمی ترین ساختمان اروپا در سهارای جنوبی یا همان جنوب صحرای آفریقا است. برای بیش از 300 سال برای نگهداری از مردمی استفاده می شد که برای بردگی فروخته می شدند. این غیر معمول نبود که بردگان در سلول خود با 200 نفر دیگر همراه باشند که حتی فضای کافی برای دراز کشیدن هم نداشتند. جزیره روبن. جزیره روبن در کنار سواحل کیپ تاون، آفریقای جنوبی واقع شده که در طول سالها عملکردهای فراوانی از جمله مستعمره مبتلا به جزام در یک نقطه را داشته. با این حال به عنوان یک زندان تحت نظر رژیم آپارتاید شناخته شده. چهره‌های شناخته شده‌ای مانند نلسون ماندلا و کالما موتلانس تنها تعداد کمی از زندانیان سیاسی آن زمان در این زندان بودند. امروزه جزیره روبن یک مقصد توریستی محبوبه که میتونید توسط کشتی‌های کیپ تاون به اونجا برسید. این جزیره منطقه مهمی برای پرورش پنگوئن آفریقایی هم هست.
جزیره گوری. هزاران نفر از بردگان قبل از اینکه فرانسه تجارت برده رو در سال 1848 لغو کنه، از جزیره گوری در سنگال عبور کردند. خانه بردگان تنها یکی از مکانها در این جزیره است که قبل از اینکه برده‌ها با کشتی به آمریکای شمالی و جنوبی منتقل بشن، در اونجا نگهداری می‌شدند. این محل در حال حاضر موزه‌ایه که آمریکایی‌های آفریقایی تبار ریشه‌های خودشون رو در اونجا جستجو می‌کنن. قلعه دی‌اف. قلعه دی‌اف در فرانسه به خاطر استفاده اون در کتاب کونت مونت کریستو نوشته شده توسط الکساندر دوما شناخته شده است. از سال 1634 تا قرن 19 هم این قلعه به عنوان محلی برای زندانیان سیاسی و مذهبی در نظر گرفته می شد. زندانیان با رفاه و کلاس بیشتر از اونهایی که شانس کمتری داشتن درمانهای بهتری رو دریافت می کردن. با این حال، اونها برای این امتیازات باید مبلغی رو پرداخت می کردن. این مکان در سال 1890 غیر نظامی و به روی عموم باز شد و در حال حاضر یکی از معروفترین زندانهای جهان به شمار می ره. جزیره شیطان. جزیره و تبعیدگاه شیطان برای بار اول در سال 1852 افتتاح شد و یکی از بدنامترین زندانها در تاریخه. در طول 94 سال فعالیت خودش، این زندان سیاسی محل نگهداریان زندانیان سیاسی و مجرمان سرسختی بوده. زندانیانی که اقدام به فرار می کردن با رودخانه های آلوده پیرانا و جنگل های انبوه گویان فرانسه مواجه می شدن. زندگی نامه زندانی سابق هنری چاریر تلاش های متعددی رو از فرار از زندان توصیف می کنه. در سال 1973 این کتاب تبدیل به فیلم پاپیون با بازی استیو مک‌کوئن و داستین هافمن شد. برج لندن. برج لندن در حال حاضر محل نگهداری تاج و تخت و جواهرات بریتانیا است و یکی از جاذبه‌های توریستی برتر در انگلستانه. این برج از سال 1100 تا اواسط قرن 20 زندان بود. زندانیان مشهور در اینجا عبارتند از سر توماس مور، شاه هنری هشتم، آن بولین و کاترین هاوارد، همسران پادشاه هنری هشتم و رودولف هس بودند. برج لندن مشهورترین ساختمان خالی از سکنه در لندنه. داستانهایی از ارواح از جمله آن بولین در برج وجود داره. زندان آلکاتراز. آلکاتراز شاید معروفترین زندان در ایالات متحده بود. اولین زندان با حداکثر امنیت و حداقل امتیاز. این زندان محل نگهداری بدنامترین جنایتکاران از جمله آلکاپون و کلی بود. آلکاتراز در جزیره‌ای سنگی احاطه شده توسط آب‌های منجمد خلیج سان فرانسیسکو قرار داشت که معتقد بودند این مکان گریزناپذیره. از 36 مردی که اقدام به فرار کردند، 23 نفر گرفتار شدند. 6 نفر تیرباران و کشته شدند و 2 نفر غرق شدند. 5 نفر باقی مانده بعد از تلاش برای فرار هرگز دیده نشدند. اعتقاد بر اینه که اونها هم غرق شدند. امروز این جزیره یکی از محبوب ترین جاذبه های توریستی در سان فرانسیسکوه. امروز سفر به این مکانها به عنوان مناطق توریستی، موزه یا یادگاری دوران قدیم میتونه جالب و جذاب باشه. ولی فکر نمی کنم هیچ کدوم از افرادی که قبلا در این مکانها نگهداری می شدن، اگر زنده بودن دوست داشتن دوباره به این مکانها برگردن. به عنوان توریست اگر قرار باشه به یکی از این مناطق پا بگذارید و ازش دیدن کنید، کدوم یکی رو ترجیح می دید؟ در کامنت ها نامش رو برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. فراموش نکنید برای حمایت از ما فقط کافیه مطلب رو لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از برنامه‌های جدید ما جان نمونید.